دوستان عزیز، بینندگان محترم، بسیار خوشحال هستم که در 31 دوره خدمات شبانی در خدمت شما هستم. افرادی که این دروس رو دنبال کردن میدونن که ما در رابطه با شبان واقعی از دیدگاه کتاب مقدس تا اینجا صحبت کردیم، در مورد زندگی شخصی، خانوادگی، خدمتی او، خصوصیات یک شبان، نحوه خدمات یک شبان، ملاقات‌های شبانی، مشاوره شبانی، اصلاح عضو خطاکار و همینطور تربیت رهبران به وسیله شبان و مدیریت شبانی. مطمئناً افرادی که این دروس رو دنبال کردن به خاطر دارن که مباحث مختلفی نظیر آنچه که خدمتتون عرض کردم در اینجا صحبت کردیم. اما امروز در درس امروزمان ما در مورد نمونه‌های شبانی می‌خوایم صحبت کنیم. ما دو نمونه برجسته از کتاب مقدس را، از عهد جدید را انتخاب کردیم که اولیش نمونه برجسته خداوند ما عیسی مسیح هست که شبان اعظم گله نامیده میشه، رئیس شبانان هست و شبان نیکو خود را معرفی کرده. و البته دومین نمونه هم مؤسس بیشترین کلیساهای قرن اول بود، پولس رسول، که از عطای شبانی بسیار خاصی برخوردار هست و ما میخواییم با بررسی روش‌های این دو الگوی بزرگ برای همه شبانان درس‌های آموزنده و مفیدی را یاد بگیریم. در رابطه با نمونه شبانی خداوندی ما عیسی مسیح بر اساس یوحنا باب 10 ما میخواییم بررسی با هم داشته باشیم از آنچه که عیسی مسیح در این باب به طور اختصاصی درباره شبانی خودش سخن گفته. مسیح رابطه خودش و وظایف خودش را با گله، با گوسفندان که ما باشیم، در آنجا خیلی مشخص و روشن بیان کرده. اولین نکته‌ای که عیسی مسیح می‌فرماید در آیه دوم هست: اما آن که از در به درون آید شبان گوسفندان هست. بنابراین ما متوجه میشیم که عیسی مسیح خود را شبانی میدونه که از در داخل میشه. عیسی مسیح از بالای دیوار یا پنجره وارد آغول، یعنی محلی که گوسفندان اونجا استراحت میکنند، شب را اونجا به سر میبرند، از اون طریقهای فرعی وارد نمیشه. مسیح میفرماید از طریق اصلی، یعنی از طریق صحیح باید وارد شد. به عبارت دیگر او به قانون و به اصول و روش درست عمل میکنه و این روش برای ما نیز آموزنده است که خدمت شبانی را با روش و اصول صحیح انجام بدیم، از در داخل بشیم نه از طریق دیگر. دومین جنبه‌ای که اینجا عیسی مسیح از شبانی خود میگوید اینه که شبان گوسفندان خود را نام به نام میخواند. در آیه سوم او میفرماید او گوسفندان خیش را به نام میخواند. در ترجمه قدیمی میگه نام به نام، یعنی با هر کدوم از گوسفندان ارتباط شخصی برقرار میکنه. او نه فقط اسم گوسفندان را میدونه، بلکه با گوسفندان نیز رابطه شخصی برقرار میکنه. از فرد فرد آنها شناخت کافی و لازم را داره. برای هر کدوم از گوسفندان خودش جداگانه فکر میکنه و برای هر کدوم از آنها برنامه و نقشه خاص خودش را داره و برای هر فردی ارزش و احترام خاص قائله. چقدر زیباست این شبان عزیز. حالا شما دقت کنید در مثالهایی که عیسی مسیح در انجیل میاره، یکی از مثالهاش در رابطه با گوسفند گم شده است که مسیح اونجا میفرماید شبانی بود 100 تا گوسفند داشت و یک شب وقتی خونه میاد میبینه که یکی از این گوسفندان نیست. همه رو میشماره، میبینه که 99 تا هستند ولی یکی نیست. اون نمیگه خب حالا 99 تا هستن، اون یکی حالا نیست، اشکال نداره. کلام خدا میگه اون شبان تمام بر و بیابون رو میگرده با چه زحمت زیادی، شاید ساعتها در حال گشت و گداز بود تا بالاخره اون گوسفند گم شده رو پیدا میکنه و با چه شادی برمیگرده به آغول و
به همه دوستان و آشنان خودش میگه بیایید با من امشب جشن بگیرید، شادی کنیم، زیرا این گوسفند من گم شده بود، پیدا شد، مرده بود، زنده شد. دقت میفرمایید که او برای تک تک گوسفندان، حتی اونایی که گم شدن، ارزش قائله. ما نیز وقتی که به زندگی مسیح دقت میکنیم میبینیم که در مدت کوتاه عمر خودش مسیح به ارتباطات فردی با شاگردان و مریدان خودش بسیار اهمیت میداد. برای ما شبانان نیز درس بزرگیه که فرد اعضای کلیسا باید برای ما با ارزش باشند، محترم باشند. ما گاهی وقتا وسوسه میشیم که تمام خدمات روحانی را به صورت عمومی و جمعی انجام بدیم، مثلا جلسات متعدد بشارتی، جلسات تعلیمی، دعا، جلسه زوجها، جلسه جوانان، نوجوانان، سالمندان، کامل شادی، شرکت در همه کمیته‌های کلیسایی، شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها، و اینقدر وقت ما با جلسات مختلف میگذره و فکر میکنیم شبانم باید در همه این جاها حضور داشته باشه که این وقت کافی رو پیدا نمیکنیم که با اعضای کلیسا ارتباط شخصی برقرار کنیم. کسانی که از این روش استفاده میکنن از مسیر شبانی اصلی دور شدن. با فقط تشکیل جلسات و کنفرانس ها و سمینارها شما نمیتونید شبانی واقعی بکنید. من شبانی رو میشناسم که بالاخره در کار خودش شکست خورد. ایشون یک بار با افتخار به من گفت من روزی نیست که چند تا جلسه نداشته باشم. از این کمیته میام بیرون، به اون کمیته دیگه میرم، از این جلسه به جلسه دیگر، وقت برای سرخاراندن ندارم. از ایشون پرسیدم که آیا فرصت ملاقات‌های شخصی با اعضای کلیساتون دارید؟ گفت اینقدر برنامه من پر شده که دیگه وقت این کارو ندارم که با اعضای کلیسا هم بخوام شخصا ملاقات کنم. خب دقت می‌فرمایید این با روشی که عیسی مسیح برای ما تعیین کرده بسیار منافات داره. شبان باید حتما مقداری از وقتش را، مخصوصا وقتی احتیاج ایجاب میکنه، نه فقط در ملاقات های خانوادگی و مشارکت ها و مهمانی ها با افراد بگذرونه، بلکه با اعضای کلیسا به طور فردی ارتباط شخصی برقرار کنه تا اعضای کلیسا را بشناسه، از مشکلات و نیازهای آنها با خبر بشه تا بتونه خدمت مؤثر را در حق اونها بکنه. همینطور در نکته سوم عیسی مسیح میفرماید شبان واقعی که خود او هست گوسفندان را به بیرون برای چرانیدن هدایت می کند. ما از یوحنا باب 10 داریم می خوانیم. آیه 3 اینجا می فرماید آنها را به بیرون می برد، یعنی بیرون از آغل تا آنها را بچراند. شبان موظف است گله را برای تغذیه سالم جهت رشد در مرتعای سبز و خرم در کنار نهرها بیرون ببرد و در اونجا اونها را تغذیه بکنه. گاهی دیده شده که برخی چوپانان گوسفندان بیچاره رو به بیابان خشک و بی آب و علف میبرند و گوسفندان به دنبال آشغال‌ها میخوان تغذیه خودشون رو پیدا کنند. ولی بسیار مهمه که شبان ترتیبی بده که اعضای کلیسای او از غذاهای خوب و قوی و سالم که انواع ویتامین‌ها رو داراست برخوردار باشن. منظورم تغذیه روحانیه. یک شبان کلیسایی به من میگفت که من هر بار میخوام در کلیسا تعلیم بدم یا موعظه کنم، روزها و ساعتها در مورد اون موعظه فکر میکنم، دعا میکنم، مطالعه میکنم و از خدا میخوام که برای جماعتی که کلیسا میان که انواع مختلفه، ایمانداران خیلی قدیمی هستن، جدید هستن، تازه وارد هستن، حقجو هستن، بی‌تفاوت ها هستن، لغزش خورده ها ممکنه باشن، اشخاصی که برای بار اول اومدن و هنوز ایمان نیاوردن اونها میتونن باشن و همینطور افرادی هم که حتی مخالفن ولی به هر حال اون روز گذرشون از کلیسا گذشته یا دعوتشون کردن و اینا نمیتونن پیام ما رو بپذیرن. میگه از خدا میخوام خداوند به من یک پیامی بده آنقدر غنی باشه که بتونه با قلب همه این گروه ها و قشرهای مختلف صحبت کنه و برای آنها غذا باشه. و البته میگه
همکاری که من با خدا میکنم کمک کرده که بتونم در این خدمت موفق باشم. شما وقتی تغذیه روحانی مفید به اعضای خودتون میدید، اعضا رشد خوبی میکنن در زندگی مسیحی، دانش اونها از قسمت‌های مختلف کتاب مقدس بیشتر میشه، اونا نسبت به کلام خدا بیشتر علاقمند میشن و جذب میشن و تعلیم شبان میتونه برای همه گروه‌ها غذایی باشه که نیازها را برآورده بکنه. همینطور مردم پاسخ سوالات خود را در تغذیه روحانی شبان به دست میارن و بسیاری از مسائلی که با آن روبرو میشن و راه حلی برای آن پیدا نمیکنن، پیام شبان میتونه برای آنها جواب باشه. نکته چهارم در رابطه با وظیفه شبان نسبت به گله از طرف عیسی مسیح اینه که مسیح میفرماید شبان پیشا پیش گله گام برمیدارد. در آیه چهارم چشم گوسفندان به دنبال شبانه، شبان برای آنها نمونه است، نمونه است از علاقه، ابتکار، حکمت، جرأت، محبت، تقوا، ایمان و تمام صفات الهی. مسیح برای گله خودش نمونه بود. عیسی مسیح خودش در یوحنا 13:15 به شاگردانش گفت که من تمام این خدمات را برای شما انجام دادم تا نمونه‌ای برای شما بگذارم، تا همانطور که من عمل کردم شما نیز عیناً همان گونه عمل کنید. به همین دلیل تمام کسانی که از دوستان و پیروان نزدیک عیسی مسیح بودند شهادت دادند که او نمونه و الگوی بسیار عالی بوده. پتروس در اول پتروس 2:21 می‌فرماید که برای ما نمونه خداوند گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار کنیم. یوحنا در اول یوحنا 2:6 می‌گوید مسیح برای ما نمونه شد تا به همان طریقی که او سلوک نمود ما نیز گام برداریم. و پولس رسول در فیلیپیان 2:5 به ما میگوید همین فکر یا همین طرز تفکر را شما داشته باشید که در مسیح عیسی نیز بود. شبانان نیز باید از همین الگو استفاده بکنند، با پیروی از روش عیسی مسیح اولا اعضا را با خود عیسی مسیح روبرو سازند و اونها را تشویق کنند که به مسیح نگاه کنند و از عیسی مسیح به عنوان عالی ترین و پاک ترین الگو نمونه برداری کنند. ولی در این حال باید شبانان بدانن که بارها در رسالات شبانی به آنها گفته شده که خودشون هم برای گله نمونه خوبی باشن. شبانان نمایندگان خدا بر زمین هستند و به همین دلیل مردم باید عیسی مسیح رو در آنها ببینن. پولس می توانست با جرأت بگوید در اول قرنتیان 11:1 پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق میگیرم. شبان واقعی کسیه که بتونه در موارد این را به جماعت خودشون بگه که از من در این قسمت ها سرمشق بگیرید. و این حمله بر خود ستایی نیست. اگر یک واقعیتیه که اعضا میتونن اونو ببینن و ازش سرمشق بگیرند، باید هم گفته بشه و هم عملا دیده بشه. گوسفندان میگه آواز شبانان را میشناسن و از اون نمونه برداری میکنن. میگویند در خاورمیانه گوسفندان چوپانان مختلفی داشتن و در یک آغل نگهداری میشدن و شبانان چوپانان برای اینکه گوسفندان صدای اونها را بشناسن، برای صدا کردن گوسفندانشان آواز و ریتم و تون خاص خودشون را داشتن. گوسفندان اونو میشناختن. هر چوپانی با یک ریتم خاصی صدا می کرد و اون گوسفند دنبال همون صدایی که براش آشنا بود می رفت. خدا رو شکر برای اینکه ما صدای عیسی مسیح رو می تونیم تشخیص بدیم و دنبال او بریم. در اون صورت شبیه او خواهیم شد، همانطور که در مورد سادو ساندرسن گفته میشه که اینقدر این مرد خدا وقف شده بود که یک بار وقتی میره خونه یک هندی رو میزنه و میخواد به ملاقات اون خانواده بره، بچه کوچیک که میاد در رو باز بکنه نگاه میکنه به چهره سادو ساندرسنگ و همینطور مات و مبهوت مامانش رو صدا میکنه، میگه مامان بیا ببین کی اومده پشت در. عیسی مسیح اومده، ببین چقدر قشنگ عیسی مسیح. سادو ساندرسنگ حتی ظاهرش هم شبیه عیسی مسیح شده بود.
مردم باید عیسی مسیح رو در شبانان ببینن. این بالاترین الگو و نمونه بزرگ ماست. پنجمین رابطه و وظیفه در رابطه با شبان نیکو در آیه 7 یوحنا باب 10 هست که مسیح می‌فرماید شبان در گوسفندان برای گله خودش می باشد. در آیه 7 من برای گوسفندان در هستم. گویا در زمان مسیح بسیاری از آغول‌ها در نداشت و خود شبان به عنوان در جلوی گوسفندان می‌خوابید و محافظ آنها بود و این به معنای این بود که گوسفندان می‌تونن در این در واقعی که شبانشون هست احساس حفاظت و امنیت بکنن. به عبارتی تنها طریق نجات و محافظت از خطرات و حملات دشمن به وسیله شبان گله انجام می شود. مسیح در همین رابطه در آیه 9 هم می فرماید من در هستم، هر که از من داخل شود نجات خواهد یافت. هم اشاره به نجات روحانیه، هم اشاره به محافظت های گوناگون مسیح از خطرات مختلفه. ممکنه شاید بعضی از شما بپرسن چه خطراتی ممکنه برای گله خداوند یعنی کلیسا به وجود بیاد. من میخوام چند تا از خطرات را فقط نام ببرم. یکی از این خطرات خطر وجود معلمین کذبه و دروغینه که میخوان با تعالیم انحرافی خودشون، تعالیم غلط خودشون گله را مسموم کنند یا اونها را از تعلیم صحیح کلام خدا به انحراف بکشونند. پس یه خطر اینه که شبان باید مراقب باشه این گونه معلمین دروغگو با تعالیم غلط خودشون وارد کلیسا نشن. دوم، خطر وجود افراد فاسدیه که با نقاب تقدس وارد کلیسا میشن، میخوان گناه را وارد کلیسا رخنه سازن و جماعت ایماندار را از معیارهای صحیح اخلاقی و قداست روحانی دور کنند. خمیرمایه اندکی تمام خمیر را مخمر می سازه. ما باید مراقب این گونه افراد که می خواند بیان در کلیسا و کلیسا را به جسمانیت و دنیوی بودن سوق بدند، این گونه افراد را باید مراقبشون باشیم که یا اینها را به توبه بیاریم یا اگه نمی خواند به توبه واقعی بیاند اجازه ندیم که در بین گله فعالیت کنند. سومی، خطر همشکلی کلیسا با دنیای شریر حاضر و تسلیم فریب‌ها و وسوسه‌های فریبنده دنیا بخواهیم بشیم. وقتی که ما به جذابیت‌ها و مکرهایی که شیطان از طریق دنیای فاسد انتخاب می‌کنه که ما را به سمت خودش سوق بده و کلیسا خوانده شده که همشکل این جهان نباشه در قسمت معیارهای اخلاقیش، پس بنابراین شبان باید مراقب باشه که کلیسا را در مسیر مقدس نگه داره. خطر چهارم، خطر تفرقه گران هستند. کسانی که میخوان جدایی در کلیسا به وجود بیارن و به اتحاد بدن مسیح صدمه وارد کنن. همیشه اشخاصی هستن که صحبتهای آنها بوی جدایی و نفاق را میده. شبانان واقعی باید مراقب این گونه شبانان کاذب باشن. همینطور خطر وجود خائنین و جاسوسانیه که به نام ایماندار در کلیسا برای صدمه زدن نفوذ کردند. مسیحیان قلابی یا ایمانداران ظاهری که آمدن تا خیانت بکنن. یهودها رو باید شناخت. و بالاخره خطر وجود جفادهندگان و دشمنان انجیل هست که برای ایمان و خدمت مسیحی به فرزندان خدا انواع جفاها و اذیتها را وارد می کنند. عیسی مسیح عاملین همه این خطرات را برای گله خودش به نفوذ حمله گرگهای درنده تشبیه می کنه که به گله خداوند ترحم نمی کنند. و ضمناً عیسی مسیح برای تفاوت نقش واقعی شبان حقیقی با شبانان کاذب، اون افرادی را که شبانان کاذب هستن مزدور خطاب میکنه. شما دقت کنید در آیه 12 و آیه 13
مسیح در همین رابطه نکته ای را میگه که میخوام خدمتتون قرائت کنم. در ترجمه هزاره میگه مزدور یعنی کسی که برای مزد کار میکند، چون شبان نیست و گوسفندان از آن او نیستند، هرگاه بیند گرگ میاد گوسفندان را واگذاشته میگریزد، گرگ بر آنها حمله میبرد و آنها را میپراکند. مزدور میگریزد چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان نمیاندیشد. دقت میکنید از دیدگاه مسیح مزدور کیه؟ مزدور کسیه که برای مزد و تأمین زندگی کار میکنه، نه برای عشق و علاقه به خدا و گله او. ضمن مزدور کسیه که خود را متعلق و وابسته به گوسفندان نمیبینه، یعنی نسبت به آنها بیتفاوته، بیتوجهه، چون که گوسفندان از آن او نیستن، متعلق به او نیستن. و ضمن مزدور در هنگام خطرات و حمله گرگ ها گوسفندان را واگذاشته و برای حفظ جان خودش میگریزه. گرگ بر اونها حمله میاره و اونها رو میکشه و برخی را نیز پراکنده میکنه و اونها گم میشن. چرا مزدور میگریزه؟ چون به فکر حفظ جون خودشه. مزدور برای گله نمیاندیشه، به فکر اموال و جان و حافظ تن خودشه. من به خاطر میارم در کلیسای ایران یک شبانی ما داشتیم که یک زمانی با خطرات جدی روبرو شد و در جفا افتاد و مدتی هم دستگیر شد. کشیش حسین سودمند که اولین شهید کلیسای ما بود و بعد با وثیقه‌ای که کلیسا گذاشت مدتی ایشون از زندان آزاد شد و در اون روزها ما متوجه شدیم پرونده سنگینی برای او به خاطر بشارت‌ها و فعالیت‌های روحانی بسته بودند و ما نگران ایشون بودیم. همینطور خانواده‌شون، همسر نابینایی داشتن، 4 بچه کوچیک داشتن. در اون شرایط برادر عزیز ما شهید گرانقدر کلیسا اسقف‌های کوفتپیان به ایشون گفتن جناب کشیش سودمند، اگه شما مایل باشید ما میتونیم که یه کاری بکنیم که شما به هر حال به صورت مخفیانه پنهان بشید یا اینکه از این کشور برید. این وثیقه‌ای هم که گذاشتیم فدای سرتون، جون شما مهمه. و ایشون در جواب گفتن که هیچ وقت فراموش نمی کنم این جواب ایشون را، ایشون گفتن که من به عنوان شبان کلیسا بذارم فرار کنم به خاطر خطر در این شرایط بحرانی و جفاها، شما میفرمایید برای حفظ جان خودم فرار کنم؟ هرگز این کار را نخواهم کرد، چون باید در هر شرایط برای حفاظت و حمایت گله در کنار آنها باشم و اگه من فرار کنم اونها رویه خودشون را از دست خواهند داد. و بالاخره ایشون بعد از اینکه مدت بازداشتی که بود گذشت و همینطور مدت مرخصی که داشت تموم شد، رفتم و دیگه ما او را ندیدیم و بعد فهمیدیم که شهید شدن. این گونه شبانان واقعا در تاریخ کلیسای ایران الگوی ما هستن و این تاریخ فقط تاریخ دوران قدیم نیست، بلکه در زمان جدید، در عصر جدید، در نسل جدید ما اتفاق افتاده و ما خوشحالیم از این که امروز هم شبانانی پیدا میشن که مزدور نیستن بلکه شبان واقعی هستن. ششمین رابطه‌ای که عیسی مسیح در این قسمت بیان می‌کنه در رابطه خودش با گله، میگه شبان به گوسفندان خود حیات فراوان عطا می‌کنه. آیه دهم میگه من آمدم تا ایشان حیات داشته باشن و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. شبان دروغین جان گوسفندان را در خطر مرگ قرار میده. کار شیطان که ضد شبان هست هلاکت گله است، ولی شبان واقعی به این جهان آمده تا گله زنده بمونه، حیات واقعی را که همان حیات روحانی است به گله عطا میکنه. خاصیت حیاتی که این شبان به گله میده اینه که دائما در حال رشده، چون عیسی مسیح اینجا میفرماید نه فقط حیات به شما میدم بلکه حیات زیادتر. و بسیاری از ایمانداران به مسیح حیات را یافتند ولی چون رشد درست و حسابی نمی کنند، از
حیات زیادتر محروم شدن. هر چیز زنده رشد میکنه و کلیسای زنده کلیسایی که ساکن نیست، مثل آب حوض نیست که همینطوری بمونه و بگنده. کلیسا مثل چشمه است، مثل نهره که دائم در حال جوشیدنه و فعاله و رو به رشده. و وظیفه شبانان کلیسا اینه که کمک کنن که شرکت کنندگان در کلیسا بتونن با بزرگترین معجزه الهی که تولد تازه است، حیات جدید روبرو بشن و امکاناتی رو به وجود بیارن که حیات زیادتر را هم به دست بیارن. آیه 11 هفتمین رابطه شبان را، شبان نیکو را نسبت به گوسفندان بیان میکنه. میفرماید آیه 11، شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو برای گوسفندان جانفشانی میکند. آیه 17 و 18 هم شبیه آن را میگوید، پدر مرا از آن جهت دوست میدارد که من جان خود را مینهم، یعنی داوطلبانه جان خود را مینهم تا آن را باز ستانم. هیچ کس آن را از من نمیگیرد، بلکه من به میل خود آن را انجام میدهم. این موضوع بزرگترین و عالیترین رابطه شبان را نسبت به گوسفندان بیان میکنه. یعنی نهایت محبت جانبازانه شبان اینه که به گوسفندان نه تنها وقتش رو میده، استعداد و انرژی خودش رو تقدیم میکنه، بلکه حاضر میشه برای گوسفندان جانش رو فدا کنه. و این خیلی موضوع مهمیه و ما اینجا در صحبت مسیح میفهمیم عیسی مسیح چون مزدور نیست، برای پول و مقام و عنوان کار نمیکنه، بلکه عاشق گله خداوند هست، حاضره که برای گله جانفشانی کنه. او در جای دیگه ای فرموده که محبت بزرگتر از این پیدا نمیشه که شخصی حاضر باشه جون خودش رو در راه دوستان خودش فدا کنه. شبان واقعی کلیسا باید آنقدر گله رو دوست داشته باشه که مانند عیسی مسیح حاضر باشه برای اونها جانفشانی کنه، نه اینکه فقط وقتشو بده، انرژیشو بده و خستگیها رو که باید بکشه برای گله اونو انجام بده یا فداکاریهای دیگه بکنه یا در صورت لزوم پول بده، بلکه باید حاضر بشه که جونش هم بده. و این خیلی مهمه و ما باز در تاریخ کلیسا ایران در همین شرایط الان 8 کشیش و خادم خدا رو داریم که در طول این سالیان گذشته حاضر شدن به خاطر بشارت انجیل به گمشدگان، به خاطر ایستادگی در مواضع محکم روحانی، به خاطر حفاظت گله و به خاطر اینکه نخوان از معیارهای کلام خدا دور بشن، حاضر شدن جونشون را در راه گله فدا کنن. میگن یک پدری در زندان بود در انقلاب کبیر فرانسه و پسرش رو میخواستن اعدام کنن. پسر منتظر بود که اسمش رو بخونن ببرن و پدر اومده بود شب آخر اونجا باشه و بالاخره وقتی میان و اسم پسر رو میخونن، پسر خواب بود و پدر بلند میشه و به جای پسر میره جونش رو میده و به دوستاش میگه وقتی او بیدار شد بگید بابات به جای تو مرد، نخواست تو اعدام بشی. و اسم اون پسر از لیست اعدام شدگان بیرون اومد و آزاد شد چون پدر به جای اون مرد. این کاریه که عیسی مسیح برای ما انجام داده و از ما هم دعوت کرده در همین مسیر جانبازی برای گله گام برداریم. خدا عطا کنه که ما از شبان نیکو الگو بگیریم. خدا برکتتون بده. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.